سلام بچه حالتون چطوره مهدی شلایی هستم و با جلسه دوم وی ام ار وی سی پی در هم توی این جلسه میخوایم راجع به انواع مجازی سازی صحبت کنیم ببینیم انواع چیا هستن و مجازی سازی رو خیلی عمیق‌تر راجبش اطلاعات به دست بیاریم چیزهای جالبی هست توی این درس گفته میشه حتما تا انتهای این درس رو ببینید به هیچ عنوان رد نشید از این درس خب ببین بچه‌ها انواع مجازی سازی رو بفهمیم قبل از اینکه بگم انواعش رو بهتون بگم کلا کلمه مجازی سازی یعنی چی خب ایجاد یک نمونه غیر واقعی از یه نمونه واقعی رو میگیم مجازی سازی حالا این نمونه واقعی میتونی یک دیوایس باشه که من یه نمونه غیر واقعی ازش ساختم خب مثل ویرچوال ماشین هایی که ما توی وی تا الان کار می‌کردیم بارها 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 می اومدیم. یه ویم درست می کردیم. بعد روش سیستم عامل نصب کردیم خب این شکل یه کامپیوتر داره رفتار میکنه ولی کامپیوتر فیزیکی نیست پس میتونه شبیه سازی یا مجازی سازی ایجاد یه نمونه غیر واقعی از یه نمونه واقعی باشه که اون نمونه واقعی مثلا فیزیکی بوده و تو اومدی غیر واقعیش ساختی و یا میتونه یه نمونه غیر واقعی از یک نمونه واقعی باشه که اون نمونه واقعیش هم خودش برنامه است یعنی یعنی مثلا من یه اپلیکیشن دارم چون تو آیتم سوم اپلیکیشن داریم یه برنامه دارم میام اونو ویرچوال میکنم خب خود برنامه یه کده خب اپلیکیشن یه قطعه کد دیگه بالاخره به یه زبانی نوشته شده من میام اون رو ویرچوال میکنم چیه ماجراش راجبش میخونیم ولی بحث اینه که مجازی سازی میشه ایجاد یک نمونه غیر واقعی از نمونه واقعی که اون نمونه واقعی میتونه یک نمونه فیزیکی باشه یا یک نمونه غیر فیزیکی باشه بریم ببینیم چیه قضیه پنج نوع مجازی سازی بچه ها انجام میدیم مجازی سازی سرور سرور ویرشالیزشن. مجازی سازی دسکتاپ دسکتاپ مجازی سازی برنامه یا اپلیکیشن ویژوالیزیشن مجازی سازی ذخیره ساز یا استوریج ویژوالیزیشن مجازی سازی نتورک یا نتورک ویژوالیزیشن هر کدومش هم تو جایگاه خودش به شدت جذاب و مهم و حیاتی هست برای کارش و ما قراره از الانم میگم ما توی این دوره قرار سرور ریچالیزیشن انجام بدیم توی دوره وی ام ور وی سی پی سرور ریچالیزیشن انجام میدیم توی دوره وی دی آی بحث مجازی سازی دسکتاپ دو و سه رو یاد میگیریم انجام بدیم توی دل همین دوره ما یکم راجع به آیتم 4 هم کار خواهیم کرد یعنی استوریج ریچالیزیشن هم انجام میدیم ولی میتونه خیلی گسترده تر از اون چیزی باشه که ما الان تو این دوره انجام میدیم چون تمرکز ما روی یکه آیتم 4 خودش یه گرایشه که شما بخواید اپلیکیشن های مختلفی هست به وقتش هم صحبت میکنم و معرفی میکنم میتونید بدید اونها رو یاد بگیرید پس من توی این دوره مجلس سرور رو قرار یاد بگیرم یکم هم 4 رو یاد میگیرم تو دوره ویدی یه روزی خواستید بگذارونید که دورش هم تولید شده و توی سایت هستش بخواید کار کنید مجلس دسکتاپ و آیتم دو و سه رو یاد میگیرید و اگر هم یه روز خیلی پیشرفت کردید توی این دو مقوله رشد کردید و خواستید بازم برین جلوتر مجلس سازی نتورک رو یاد خواهید گرفت اما ببینیم چی هستن اصلا مهم اینه که من درک کنم اصلا چی هستن حالا که من بخوام یادشون بگیرم با مجلس سازی سرور شروع میکنم ببینیم بچه ها ما طبیعتا توی سازمان ها یه سری سرویس داریم که نیاز هست تو شبکه ارائه بشن خب این سرویس ها باید روی سیستم عاملی راه اندازی بشن دیگه من باید یه سری سیستم عامل داشته باشم که سرویس ها روش رو اندازی کنم خب سیستم عامل منم باید روی یه دونه دستگاه سرور رو اندازی بشه توجه داشته باشید از همین الان تکلیف رو روشن کنم شما دیگه توی اسکیلی داری کار میکنی و توی اندازه هایی رسیدی که باید بدونی جایی رفتی ادمین شدی و اگر جایی ادمین هستی قبول نکن که سرویس ها روی کیس رو اندازی بشه خیلی سازمان ها رو میبینم متاسفانه حتی بعضی از سازمان های به نسبت متوسط رو به بالا که طرف مثلا هنوز به جای اینکه سرور خرید کنه میگه چون گرون سرور سخت افزار سرور مثلا اچ پی بخوام بخرم اومده یه کیس رکمونت گرفته یعنی یه دونه کیس که به صورت رکمونت قابلیت قرار گرفتن توی رک رو داره خرید کرده بعد یه کامپیوتر اسمبل مادر بورد خریده هارد و سی پی و الاخر رم خریده گذاشته روش پاور هم گذاشته روش بعد اینو به عنوان سرور داره استفاده میکنه آقا جان سخت افزار سرور به عنوان یک موجودیت فیزیکی بسیار بسیار پایدارتر استیبلتر با ظرفیت های پردازشی بالاتر اینکه میتونه بر اساس کانفیگی که تهیه میکنید میتونه باشه و اون کیسی که شما اومدی تهیه کردید هر چقدر مادربرد خوبی بگیری سی پیو خوبی بگیری اون ظرفیت ها رو نداره مثلا ریت کنترلر نداره برای مدیریت ها هارد هاش حتی اگر داشته باشه با اون کیفیت نیست تازه مدل های خاص مادربرد ها رو بخوای بگیری به گرد پای اون مدل در واقع سرورش نمیرسه سرور دو تا پاور داره اگر یکی سوخت اتوماتیک اون یکی میاد بالا ولی کیس تو یه دونه پاور داره هات پلاگی دستگاه یعنی اگه پاور در حال کار کردن باشه دو تا یکیش خراب شد جدا کن بذار رم میتونی هات پلاگ اضافه کنی و کم کنی پس در حال کار کردن تو میتونی دیوایس ازش عوض کنی خب سیستم خنک کننده خیلی قدرتمندی داره چندین و چند فن ماژولار هم هستن هر کدوم خراب شد میتونی خیلی راحت در واقع عوض کنی حتی در حال کار کردن تعداد سی پی که ساپورت میکنه حداقل دو سی پی رو مادروردت میشینه سی پی هاش قدرت پردازش بالاتری میتونن داشته باشن بسته به نوع مدلی که داری میگیری در کل وقتی نگاه میکنی اصلا طراحی شده برای روشن موندن سرور سخت افزارش طراحی شده برای روشن موندن پس تو نیا از کیس معمولی استفاده کن همین الان این تکلیف رو روشن کنم هرچند رفتی به این دوره نداشت گفتم از الان, الان بگم ناراحت میشم اگه بیام تو سازمانتون ببینم داری از این استفاده میکنی اولین کاری که میکنی از رده خارج کن حالا جاش تو این دوره نیست که بخوام صحبت کنم چه کارهایی میشه انجام داد برای اینکه مدیران رو راضی کرد ولی شدنیه بگذاریم بریم سراغ کارمون پس من برای سیستم عامل نصب شدن و سرویس روی اون سیستم رو اندازی کردن نیاز دارم به سرور سرورم دستگاه گرونیه من هر کدوم از این سرورها رو الان با قیمت الان حداقل دیگه 200 تومن باید پول بدم بگیرم یه سرور پایه خوب رو که که فقط شاسی بگیر رو حداقل و مینیمم 200 تومن پول بدم بگیرم خب میبینم که من تو سازمانم سرویس های مختلفی دارم اکتیو دایرکتوری دارم ادیشنال دامین کنترلر دارم نمیدونم فرض کن دبلیو برای نصب اتوماتیک ویندوز دارم در برای آپدیت کردن ویندوز هم دارم خدمت عرض کنم که کلاسترینگ دارم صورت میدم و انجام میدم این رو دارم سرور اتوماسیون دارم اتوماسیون اداری سرور ایمیل دارم برای ایمیل سازمانیم نمیدونم فرض برای بکاپ گیریم نرم افزار بکاپ گیری دارم بکاپ سرور دارم دوربین های مدار هم هستن, هستن که دارم میان و یکی داره منیجش یک سیستمی داره منیجشون میکنه اسکیول سرور های مختلف رو دارم و هزار و یک سری آنتی ویروس سرور هم رو دارم این یه شبکه گوگلی مگولی ای رو بخواید در نظر بگیری دیگه 10 تا سرویس رو داره دیگه خداوکیلی خب من بخوام 10 تا سرویس داشته باشم بعد درم 10 تا سرور بخرم 10 تا سرور یعنی یک 200 میلیون در نظر بگیری دو میلیارد باید بدم پول فقط 10 تا سرورم بشه درست شد؟ پس خیلی عدد درست میشه از همین الان هم بگم آقا جان اگه تو فکر اینی من یه ویندوز نصب کنم مثلا 5 تا سرویس ها رو یه دونه نصب کنم استاپ اگه میخوای ادمین باشی ببین الان در گوشی بهت میگم متوجه باشه اگر قراره که ادمین واقعی و ای باشی نباید به پذیر این اتفاق رخ بده ببین یه ادمین فرقش یه ادمین ای فرقش با یه ادمین آماتور دقیقا تو همینه که هر چیزی رو قبول نمیکنه میگه خب قانونشه باید رایت بشه میخوای این پیش نیازشه اوکی حالا ماجرا چه قرار میگه آقا چون تو اگه بخوای بری روی یه دونه سرورت مثلا بگی به جای که 10 تا بگیرم مثلا 4 تا میگیرم رو هر سرورم سه چهار تا سرویس رو اندازی میکنم میگه آقا جان توصیه های اینو قبول نمی کنه میگه چی میگه روی یه سرورت یه سی سامل نصب کنی بعد چند تا سرویس نصب کنی اگه دان شد خب یه دفعه چند تا سرویس ده از دسترس خارج میشه این یه ضعف ضعف دوم اگر تو بیای چندین سرویس رو روی یه دستگاه رو اندازی کنی روی سی سامل نصب کنی خب اون سی سامل خودش نرم افزاره دیگه بالاخره سی سامل خودش یه قطه کد عریض و طویله اون برنامه ها و سرویس ها روش رو شدن پرفورمنس دستیابی این سرویس ها به منابع سخت افزاری که رم و سی پیو هارد میشه که به واسطه این سی هست کند میشه خب یه سیست یه ظرفیتی داره شما دیدی تو سیستم خونگی تمیایی مثلا یه سری نرم مثل مثلا دات و اس پی رو نصب میکنی سیستمت کند میشه چرا کند میشه به خاطر اینکه این برنامه میخواد به واسطه سیستم بیاد از منابع استفاده کنه و این باعث کندی کارت میشه یه سری چیزا کند میشه حالا تو تصور کن چند تا سرویس رو اندازی کردی حالا این سرویس هم اگه تلفیقشون سنگین باشن که فاجعه میشه این هم یه نکته بعد اینکه نکته آخر آقا یه سری چیزها یه سری سرویس هستن کنار هم دیگه قابل نصب شدن نیستن یعنی شما نمیتونی این سرویس رو با این سرویس روی دستگاه نصب کنی چرا پورت کانفلیکت دارن مثلا مثلا فرض کن میگه توی شبکه سرویسی مثل آیپم میگه نمیتونه رو دستگاهی که دومین کنترلر رو نصب بشه اگه شما این دستگاه رو دومین کنترلر کرده آیپم نمیتونه روش نصب پس این محدودیت هم باش مواجهی روی یه سری از سرویس ها خب پس اصلا این کار تو فازش نرو حداقل من سه تا دلیل آوردم که نباید بری دلیل های دیگه هم هست که نباید بری اصلا هم حرفه ای نیست آقا جان خیلی افت داره برای ادمین بخواد همچین کاری انجام بده بگذرم میگه آره بعضی از سرویس ها هستن توصیه شده مثلا میگه اکتیو دایرکتوری روی دستگاه باشه ایرادی نداره پس اینا رو گفتم که بدونی من گفتم 10 تا سرویس حداقل یه سازمان نیاز داره بعد با 10 تا سرور بگیری از این فکرها به ذهنت نرسه آقا بیام 5 تا روی دونه سرور 5 تا روی سرور دیگه نصب کنم با دو تا سرور کارامو راه بندازم بله میتونی این کار انجام بدی ولی این کار اصلا حرفه ای اصولی نیست و قرار شما ادمین حرفه ای باشید اینم از این وزید. پس من میرم 10 تا سرور میخورم دو میلیارد تومن بعد چه اتفاقی میفته ده تا سرور که میگیری مصرف برقت زیاد میشه تولید حرارتت زیاد میشه استهلاک دستگاه رو باش مواجه هستی که باید مدام براش تجهیزات بگیری و الاخر. سیستم خنک کننده قوی تری باید بذاری که هزینه تو بالاتر میبره و طبیعتا هم نگهداری از این نگهداری اون سیستم کولینگ هم مصرف برق و الاخر. خدمت ارز کنم که مدیریت این تعداد سرور تعداد نفرات بیشتری میخواد و زمان بیشتری از ادمین میگیره هرچی تعداد بیشتر باشه ممکنه نفرات بیشتری هم نیاز داشته باشه پس تایم مدیریتش هم سخت میشه و حجم کارت هم افزایش پیدا میکنه بکاپ گیری و نگهداری اینها و دیتا هاشون با سخت تر میشه به خاطر اینکه اینا پراکنده هستن روی دستگاه مختلف سیستم برقی که باید برق اینا رو تامین کنه باید قدرتمندتر بشه هرچی تعداد سرورها زیاد میشه بچا باید سیستم برق قویتری بذاری یه دونه سرور مصرف برقش بالاست کم نیست اصلا شما فکر نکنید یه سیستم سرور اندازه یه دونه کیس معمولی برق مصرف میکنه ممکن اندازه یه کولر گازی هم برق مصرف کنه اوکی پس اینو مد نظرتون داشته باشید که مصرف برق زیاده پس برای مصرف برق باید تابلو برق استفاده کنید کابل های قوی تری استفاده کنید و استانداردها رو رعایت کنید فضای فیزیکی بیشتری نیاز دارید پس هرچی تعداد سرور بالا تعمیر رو با این دغدغه ها مفز... در واقع مواجه میشی که هم هزینه ریالی تو بالا میبرن هم دردسرهای نگهداری تو بالا میبرن بعد جالبیش هم اینه ای که آخر سر نگاه میکنی خاطر اینکه ای اصول رو رعایت کنی رو هر کدوم یه سیستم عامل نصب یه سرویس هم یوزج و رم یوزج سروره خیلی پایینه آقا من همه پول دادم حداقل استفاده کنم از این رم و سی پی او خب استفاده نمیکنه چیکار کنم مجلس سازی سرور میگه من میتونم روی یه دونه سخت افزار سرور چندین سیستم عامل با تنوع بالا با تنوع زیاد نصب کنم روی مثلا ماشین مجازی درست کنم دیگه میام روی این سیستم یه دونه ویندوز سرور نصب میکنم یه دونه لینوکس نصب میکنم یه دونه نمیدونم فرض بفرمایید اگر بخوام شبیه سازهای مربوط به استوریج رو اندازی کنم شبیه سازهای استوریج رو اندازی میکنم و خیلی نرم افزار در واقع سی ساملهای های دیگه که وجود داره بر اساس نیازم میتونم برم نصب کنم حالا این سروره چه اتفاقی براش افتاده چندین سیستم عامل روش راه اندازی شده مزیت چیه اول از همه که بهتر از منابع استفاده میشه اینه اگه قبلا می اومدی نگاه میکرد یه ویندوز و یه سرویس داشته از ده درصد منابع استفاده میکرده ده درصد منابع استفاده میکرده الان سه تا چهار تا راه اندازی کردی روش حداقل هفتاد درصد شست درصد منابع اشغال شده حداقل پولی که دادی داری ازش استفاده میکنی اون مازادی هم که سرریز گذاشتی بابت اینه که اگر تو لحظاتی یوزجشون اون سرویس ها رفت بالاتر بتونه ساپورت کنه هیچ وقت یوزج از همین الان بهتون بگم خواهم هم گفت قطعا تو دوره که قرار نیست یه سرور سی پی یوزجش روی 90 درصد و 100 درصد باشه بگی پولشو دادم خب اینجوری نیست شما همیشه یه بافری باید بذاری که اجازه بدی نوسان داشته باشه اگه نیاز داشت پردازش بیشتری انجام بده بتونه تا اون حد بالا بره یعنی میگن نه حد اکثر میگن تو سرور رو 70 درصد که رسیدی یوزج عادی اومد رو 70 درصد سی پی مثلا یا رم به فکر ارتقاء سخت افزارید باشه اینم مد نظر باشه بعدا هم راجبش صحبت میکنم خب پس منابع بهتر استفاده شد تو این مدل خیلی بهتر استفاده شد مزیت بعدی چیه مزیت بعدیش اینه که شما اینجوری تعداد سخت افزار سرور کمتری نیاز دارید یعنی قبلا من 10 تا سرور نیاز داشتم بابت 10 سرویس الان اگر بخوام رو هر کدوم سه دونه هم سرویس رو اندازی کنم که جا داره بیشترم چهار تا پنج تا 6 تا هم میتونه رو اندازی کنم سه دونه هم بخوام رو اندازی کنم خب حالا دو تا سه تا یه دونه هم چهار تایی بشه با سه تا سرور یعنی شما ده تا دیویس میلیونت شد سه تا دیویس میلیون یعنی دو میلیاردت شد 600 میلیون تومن یک میلیارد و 400 میلیون صرفه جویی با یه مجازی سازی خب تولید برق در واقع تولید حرارتت کمتر شد سیستم کولینگت میتونه ضعیفتر باشه سیستم پاورینگت میتونه ضعیفتر باشه دیگه لازم نیست اونقدر قوی باشه فضای کمتری اشغال میشه مدیریتش راحتتره هزینه های نگهداریش کمتر میشه ادمین راحتتر میتونه با هم اینا سر بزنه چون متمرکزتر هستن خدمت عرض کنم که مصرف برق و نمیدونم تولید حرارت و این من رو گفتم دیگه حالا چیزی هم از قلم افتاد دیگه خودتون میدونید دیگه پس خیلی خوب میشه خیلی خوب میشه مجلس سازی سرور به این درد میخوره برای همین هم ازش استفاده میشه اصلا برای همین اینقدر طرفدار داره و بعد خیلی مزیت ها داره ممکن حالا برای پیش بیاد بگه آه تو مگه نگفتی استاد همین الان که اگر روی یه دونه دستگاه چند تا سرویس رو اندازی کنیم بعد اون دستگاه سوخت چند تا سرویس با هم از دست راست خارج میشه حالا تو که اومدی رو هر کدوم چند تا سیستم رو اندازی کردی بدتر شد که بله این کارو کردم ولی مکانیزم های پیاده سازی میشه با استفاده از مجازیسازی سازی سرور که اگر یکی از کار افتاد اتوماتیک ماشین برن روی دستگاه دیگه کار کنن و هزار یک راهکار جذاب و دوست داشتنی که قرار تو این دوره یادشون بگیریم پس نگران این قضیه نباش قابل حله این میشه مجازی سازی سرور که قرار یادش بگیریم مجازی سازی بعدی میشه مجازی سازی دسکتاپ تو مجازی سازی شما اگه تو سازمانتون میخواید برای کلاینت هزینه نکنید اگه تازه دارید رو اندازیش میکنید هزینه نتونم نگم بهتره نخواهید کیس بخرید که کیس دستگاه کاربرت بعد ویندوز روش نصب شه اپلیکیشن روش نصب و کارا روش انجام بشه بعد مثلا فرض 500 تا کاربر داری 500 تا کیس بعد بخری 500 تا سیسامل نصب کنی 500 بار برنامه نصب بشه مدیریت این 500 تا سیستم به ازای هر سیستم بسیار کار سخت و حوصله سربری میشه برای شما و تعداد نیروی انسانی زیادی باید درگیر این قضیه باشه ارتقاء سخت افزاری هر مثلا مثلا هر مثلا چند سال یک بار سه سال چهار سال یک بار رو دارید تو این بازی ای مثلا سه چهار پنج سال در واقع پیش رو خرابی های پاور مادربرد هارد و این چیزها رو باش مواجه هستید و نگاه میکنم میبینم که برای یه شبکه 500 مده چقدر سالیانه خرج داره بابت نگهداری چقدر دردسر داره بابت اینکه سیستم عامل های هی خراب میشه رو درست کنیم برنامه ها رو درست کنیم این حرفا نمیخوای درگیر اینها بشی نمیخوای درگیر این کارا بشی میگی کاربر من خیلی راحت در واقع یه دونه مانیتور و موس کیبورد تو سازمان داشته باشه با یه دستگاه ترمینال یا زیرو کلاینت دسکتاپی که نیاز این زیرو کلاینت هم اصلا قرار نیست سیستم روش نصب بشه خیلی راحت سیستم ها سیستم کاربر اون ویندوزی که نیاز داره اگه ویندوزی بخوایم در نظر بگیریم روی سرورها ها میشه از طریق شبکه اون سیستم به کاربر داده میشه به همین سادگی خب دیگه الان نه درگیر این هستی که سیستم هی بخوای ارتقا بدی هر چند سال یه بار اصلا درگیری ماجرا نیستی که ارتقا بخوای بدی سخت افزار زیرو کلاینت فقط میخواد از شبکه استفاده کنه مثل یه کارت شبکه رو در نظر بگیر شما هر چند سال بار کارت شبکه تو ارتقا میدی نه یه دیوایس پایه است نیاز نداره خرابی نداره اگه مشکل براش پیش بیاد یه دکمه ریست مثل گوشی که فکتور ریستش میکنی یه ریست انجام میشه کلا همه چیش عالیه بعد یه خوبی دیگه که داره اینه که مجبور نیستی حتما از مثلا اون زیرو کلاینت استفاده کنی برای کانکت چون بودو گوشیت میتونی با گوشیت بهش متصل بشی و ویندوزت تو سیستم رو گوشیت داشته باشی با تبلتت میتونی این کار انجام بدی حتی با مرورگر وب مثلا تو باز میکنی و وصل میشی ویندوزت رو داری باش کار میکنی این اصلا مالتی پلتفرم است این کار رو ما بهش میگیم مجلسازی دسکتاپ یا VDI virtual desktop infrastructure که شما میتونید تخصصش رو تحت عنوان ویدیویی یاد بگیرید که دوره شما همونجوری که گفتم برای دادم میتونید ازش استفاده کنید خیلی تخصص جالبیه برای خیلی جاها مراکز مثلا آموزشی میتونن ازش استفاده کنن جایی مثل در واقع جایی که کنفرانس ارائه میشه میده و کاربرها فقط میان و میشینن و میخوان یه اپلیکیشنی داشته باشن یه سری کارهای پایه انجام بدن مثلا مجلس رو در نظر بگیرید یه همچین چیزی میتونه خیلی راحت استفاده بشه ازش توی مثلا فرض کن 118 خیلی راحت میتونه ازش استفاده بشه خیلی قدرتمند و خیلی کاراست خیلی هم دارن سویچ میکنن به سمتش چون در نهایت هزینه تعمیر نگهداری تو به شدت کاهش میده و مدیریتش هم خیلی راحته چون همه چیز اینجاست بکاپ گیری نگهداری همه چیز راحته در این حد بهتون بگم که امروز کلاینت همشون ویندوز 7 فردا میان همشون ویندوزش مثلا هزار تا کاربر ویندوز شده چی شده ویندوز 10 در این حد به این بعدی مجازی سازی برنامه توی مجازی سازی برنامه مثل مجازی سازی دسکتاپ در نظر بگیرید این بار اپلیکیشن روی سرورها راه میشه و اپلیکیشن روی سرور اجرا میشه و کاربر روی گوشیش روی تبلتش روی لپتاپش روی پیسیش خیلی راحت به اون اپلیکیشن متصل میشه و از اپلیکیشن استفاده میکنه در واقع اتفاقی که داره میفته اپلیکیشن روی سیستم کاربر گوشی کاربر و الاخر اصلا نصب نیست داره روی سرور پردازش میشه و از طریق شبکه بهش داده میشه و نمایش داده میشه اپلیکیشن که خیلی زیاد هم داره یواش یواش استفاده میشه و جذابه ترمینال سرویس مایکروسافت این کارو میکنه در واقع اپلیکیشن سرویس های وی ام ور هم در واقع این کارو انجام میدن که میتونیم ازش استفاده کنیم تو دل در واقع وی ام ور وی دی آی آموزش اپلیکیشن ویژالیزیشن هم ارائه میشه مدل بعدی مجلس ساز مجلس سازی ذخیره سازه دیوایس استوریج از اون دیوایس هاست که تو سازمان های جوری میشه که باید استفادهش باید داشته باشی شما ذخیره سازی اطلاعات حجم اطلاعات این روزا خیلی زیاد شده بعد یه جا نگهداری بشه برای اینکه داشته باشی اینجا رو بعد بری یه استوریج بخری با حجم های مختلف چند ترابایت چند ده ترابایت چند صد ترابایت بستگی داره شما سازمان چقدر اسکیلش باشه و چقدر دیتا داشته باشه در صورت یه جایی برای ذخیره شدن اطلاعاته خب استوریج مزیتش چیه نسبت به هارد معمولی اینه که یه دیوایس حالا بیشتر بررسیش میکنیم توی یه حالت استاندارد من دارم میگم یه دیوایسی که چندین و چند هارد میشه انواع مدل رید رو ساپورت میکنه که تعامل خرابی داشته باشه انواع مدل تکنولوژی ارتباطی رو ساپورت میکنه و میتونه با تکنولوژی مختلف به سرورها متصل بشه همزمان مورد استفاده چندین سرور قرار بگیره و تو حجم بالا ذخیره سازی انجام بده خب این دیوایس گرونه پولش زیاده همه چی هم به پول ختم میشه پولش زیاده اگر شما پول نداشته باشین رو بخری دوچار مشکل میشه حالا ممکنه بگه خب آقا جان من پول ندارم مثلا چند صد میلیون تا 500 میلیون 600 میلیون یک میلیارد دو میلیارد واقعا قیمتشون اینجوری هستا شما 30 40 ترابایت استوریج بخوای بخری میره تو میلیارد قیمتش خب یه میلیارد دو میلیارد سه میلیارد پول بدم برم اینو بگیرم پول نداره سازمانم میرم رو هاردای دستکام ذخیره میکنم اطلاعات رو بحث اینه که اصلا اون که هارد کار اینو انجام نمیدن به خاطر مزیت های مثل دیتا دیپلیکیشن و بحث های مختلفی که وجود داره اذا این کار رو اینو انجام نمیدن تو اون میتونه کار کنه بعد بحثش اینه که به صورت متمرکز دیتات یه جا نیست که بخوای نگهداری متمرکز داشته باشه هر بخش از دیتات رو یکی از سرورها پراکنده هستش نگهداری و بکاپ گیری و این چیزهاش سخت میشه اینم موضوع بعدی و یک موضوع مهمتر یه سری مواقع است. اصلا نمیتونی بگی من از این راه استفاده میکنم یعنی چی یعنی اصلا تو راه برات وجود نداره امکان پذیر نیست که بگی من استوریج استفاده نمیکنم میرم از هارد لوکال هم استفاده میکنم چرا امکان پذیر نیست به خاطر اینکه اگر بخوای از سرویس های خاصی استفاده کنی یه سری سرویس ها برای کارشون نیاز به استوریج دارن مثلا تو همین مجازی سازی تو اگر بخوای مجازی سرور اگه بخوای ویژگی هایی حالا نمیدونید چی هستن دقیقا HA DRS رو استفاده کنی نیاز داره به استوریج باید استوریج وجود داشته باشه تا بتونی این قابلیت رو استفاده کنی و از طرفی نمیتونی بگی خب من چون استوریج ندارم HA DRS استفاده نمی کنم ولی مجازی سازی می کنم مثلا توصیه شده اگه نمیخوای HA DRS پیاده سازی کنی اصلا مجازی سازی انجام نده پس من میرسم به نقطه ای و برای بعضی از کارها که نیاز دارم استوریج داشته باشم اگه استوریج نداشته باشم اون کار نمیتونم انجام بدم اگه اون کارو نتونم انجام بدم مثلا شبکه هم بسار مشکل میشه پول ندارم برم 10 تا سرور بخرم مجلسی بعد انجام بدم خب اینجا میاد این موضوع مطرح میشه که شما میتونی از مجلسی ذخیره ساز استفاده کنی پول نداری استوریج بخری اوکی بیا برو یه دستگاهی رو مثلا یه سرور بخر G8 مثلا G9 نمیگم اون پول درسته تو پول نداری یه میلیارد دلار 200 میلیون دیگه بعد پول داشته باشی دیگه 100 میلیون بعد پول داشته باشی دیگه برو یه دستگاه سرور بخره اون دستگاه سرور هاردار رو بذار روش نرم افزارهای شبیه سازی رو نصب که این دستگاه رو تبدیل میکنه به یک استوریج حالا به عنوان یه استوریج ازش استفاده کن درسته؟ اصل اون استوریج نیست ضعیف داره ولی بهتر از اینه که این ور اونور پخش و پلا استفاده کنی و خیلی قابلیت ها اصلا ندونی استفاده کنی و اصلا شبکت نابود باشه پس اگه پول خرید استوریج فیزیکی نداری میتونی از شبیه ساز استوریج استفاده کنی و ازش بهره بگیری نرم افزاری مثل اوپن ای مثل فریناس مثل مایکروسافت آی اس کازی اینا ابزارهایی هستن که کار شبیه سازی استوریج رو برای من انجام میدن میتونی از هر کدوم بخوای استفاده کنی بهره رو بگیری پس جایی بودی لنگ بودی دیوایس برات نمیخریدن میتونی از این استفاده میتونی از این استفاده کنی برای در واقع استوریج به عنوان استوریج ازش برای بگیری یه توصیه هم بهتون میکنم هیچ وقت نری یه کیس بخری رو کیس چند تا هارد بذاری اونو بکنی یه استوریج خواهش میکنم کلا کیسو از ذهنت بیرون کن تو رو خدا وگرنه میدم اسمتو بزنن تو یه دونه قاب و تو یه سایت هم اون عکس قابه رو میذاریم به عنوان ادمینی که زرشک ترایی برای دیزاین گرفته و این کارو نکنی یا اصلا از کی اصلا کیسو بوس بذار کنار آقا پول نداری استوریج بخری باشی یه میلیارد نداری ولی 100 تومن که داری برو یه سرور بخری برو یه سرور استوک بخر برو یه سرور استوک بگیر میخوای دیتا رو ذخیره کنی هارد استفاده کنی یه استوک بگیر پس اینو مد نظرتون باشه مجلس سازی آخر رو بهتون بگم میشه مجلس سازی ذخیره ساز یا در میخوام نوشتم اجازی سا اینجا اصلاح نکردم اینو کپی پیس کردم عذر میخوام اینو درستش کنم مجیز سازی جالب شد مجازی سازی نت نتورک مجازی سازی نتورک بریم سراغ اسلایدمون کارشو درست کنیم یه سیو بزنیم و برو بالا مجازی سازی نت ورک چی میگه نتورک ویژوالایزیشن به نسبت همه اون قبلیات ها جدید تره بچه. مجلس از نتورک میگه شما زیر ساخت دیتا سنتر رو که داری حالا برای اینکه حالا الزامن هم دیتا سنتر نه شما میتونی یه نتورک بزرگ رو در نظر بگیری به جای اینکه بیای همه کانفیگات رو بری روی سویچ های فیزیکی انجام بدی روی روتر های فیزیکی انجام بدی میتونی با استفاده از ویژگی نتورک ریچالیزیشن سویچ های مجازی، روتر های مجازی، فایروالهای مجازی، لود بالانسرهای مجازی داشته باشی که اگر سازمانت به اینا نیاز داره میای اینا رو کانفیک میکنی ترافیک ها رو اینا منیج میکنن این فایروالینگش رو انجام میده یک فایروال مجازی روتر مجازی روتینگش رو انجام میده سویچ مجازی سویچینگ و چک کردن و ویلمندی ها رو انجام میده همه چیز روی بستر ویژواله و دیوایس های واسطی که به صورت فیزیکی طبیعتا بالاخره باید وجود داشته باشه تو هوا که پخش نمیشه نمیدونم دیتای من در صورت من کابلم و سویچم و این رو دارم ولی دیگه لازم نیست کانفیگ همش روی اونا باشه روی نتورکت روی زیر ساخت مجازی دیگه پنل بت میده اونجا میتونی یه عالم دیوایس داشته باشی دیوایس های ویرچوال گفتم چندتاشون تاشون براتون مثال زدم و ازشون استفاده کنی کانفیک کنی و ترافیک تو مدیریت کنی توی دیتا سنترها ازش خیلی استفاده میشه کاهش شدید هزینه ها میتونه باشه تحت عنوان NSX 6 میتونید این رو یاد بگیرید که چجوری کار کنید همون که گفتم بهتون بعد تخصص سیسکو داشته باشید اگر میخواید N6 کار کنید به خاطر اینکه شما در هر صورت بالاخره حداقل سویچ روترتون رو بعد کانفیگ کنید حالا فایروالینگ و بقیه لود بالانسرش بماند این هم میشه مجازی سازی نتورک میشه پنج مدل مجازی سازی همشون هم مهم همشون هم حیاتی ما مدل اول رو کار میکنیم حالا بحثی که وجود داره اینه که مدل اول یا مجازی سازی سرور اگه بخوای کار کنی چجوری میتونی مجازی سازی انجام بدی نیاز داری به یک هایپروایزر هایپروایزر چی میگه هایپروایزر میشه یه لایه‌ای که یه ابزاری که تولید شده تا به من این امکان رو بده که این ابزار یا این هایپروایزر ارتباط با سخت افزار بگیره و منابع مورد نیاز ماشین های مجازی رو در اختیار اونها قرار بده یعنی من سخت دارم این میاد ارتباط میگیره با سخت افزار بعد روی خودش چی درست میکنه ویرچوال ماشین ماشین مجازی پس ماشین های مجازی به واسطه این هایپروایزر قابل تولید شدن و قابل استفاده هستن دو مدل هایپروایزر رو داریم برمثال یا تایپ یک هاستد یا تایپ دو پس من مجازی سازی میخوام انجام بدم نیاز دارم به هایپروایزر هایپروایزر میشد آقا برای انجام مجازی سازی شما نیاز به یه بخش دارید که ارتباط بین منابع سخت افزاری و اون ماشین های مجازی رو برات فراهم کنه و اینو مدیریت کنه این ارتباط رو ما بهش میگیم وایزر دو مدل وایزر به صورت کلی وجود داره بیر یا تایپ یک هاستد یا تایپ دو مقایسه شون کنیم توی تایپ دو میگه شما سخت افزار داری روش سیستم عامل نصب میکنی روی سیستم عامل هایپروایزر رو نصب میکنی و بعد ویژوال ماشینات رو درست میکنی دقیقا این تدایی کننده چیه شما وی ورک استیشن چجوری داری کار میکنی رو سخت افزارت سی سامل نصب میکنی رو سی وی ام رو نصب میکنی به واسطه این نصب وی ام ور ورک ایجاد میشه حالا روی وی ام میری او های مجازی یا ویچوال ماشینات رو ایجاد میکنی پس هایپر من به واسطه سیست به سخت افزار در ارتباطه و دسترسی داره خوبه یا بده قطعا خوبه وی ام اگه سال 99 ارائه شد دقیقا گفتم که تایپ 2 منظورم اینه خب هاستد یا تایپ دو یعنی به واسطه سیستم عامل داره کار میکنه خب توی این مدل توی این مدل چون سیستم عامل وسط پرفورمنس خوب نیست یعنی این سیستم عاملی مجازی که اینجا راه اندازی کردم برای اینکه به رم و سی پیو و منابع سخت افزار دست پیدا کنه درخواستش رو باید به این بده اینم به سخت افزار و برعکس حالا حسابش کنید چند تا همزمان میخواین کار انجام بدن پرفورمنس کند میشه خود این سیستم عامل هم خب بالاخره رم و سی پیو نیاز داره مصرف منابع داره یعنی بخشی هم پرت میشه به خاطر مصرف خودش خراب هم که بشه دیگه هیچی دیگه کلا به هیچی دسترسی نداری این سیستم عامل خراب شد هایپروایزر تو وی هم از دسترس خارج میشن درست شد پس مدلیه که توی لابراتوار توی محیط های آزمایشگاهی برای اینکه تمرین کنید برای اینکه یاد بگیرید بسیار مناسبه شما وی ام رو چرا داری استفاده میکنی چون باش تمرین میتونی بکنی اصلا دوره ای که الان میخوام انجام بدم شما داری با چی کار میکنی با وی کار میکنی پس بسیار بسیار کار آمده. اما اگه بخوام تو سازمانم مجالی سازی انجام بدم چون این سیستم هستش نه پایداره برای من و قابل اعتماد و نه پرفورمنس خوبی داره پس چیکار کنم میگیم از مجالی تایپ یک استفاده کن که بهش بیرمتال میگیم بیرمتال یا اجین شده با فلز یعنی قاطی شده با فلز مستقیما هایپروایزر رو روی سخت افزار نصب شده دیگه واسط هست شد پرفورمنس رفت بالا پایداری رفت بالا همه چی اوکی با قابلیت های جذاب حالا ها تو درست کن. به همین سادگی میشه برمتار یا تایپ یک حالا بحث اینه که ویم تایپ دو بود چی تایپ یکه؟ تایپ یک چی داریم کمپانی در واقع ویم ور هایپروایزری که ارائه داده توی این در واقع لحظه که ما هستیم خدمت شما اسمش ESX های همونیه که GSX و ESX قدیم اسمش بود خب بعدن اسمش به ESX تغییر کرد و الان با ESX داریم کار میکنیم پس هایپروایزر کمپانی ویم اسمش ای و قرار ما مجازی سازیمون رو با ESX های انجام بدیم پس یک مدل تایپ یکی که من میتونم ازش استفاده کنم و لذت ببرم خودش مثل یه سیزامل نصب میشه بچه ها یعنی من 6 هایی رو نصب میکنم که توی درس بعدی قرار این کار رو انجام بدیم حالا قبل از اینکه من برم سراغ نصب چون اونجا وارد یه سری موضوعات میشیم باید ببینید آقا VMware vSphere چیه vSphere vSphere یه بچه. یه مجموعه از یا یک بسته نرم افزاری وی ام که در مجموع تولز هایی که برای انجام مجازی سازی نیاز دارید رو بهت میده از ای هایی در نظر بگیر وی سنتری که باهاش آشنا نیستیم در نظر بگیر VMware وی ام ور هایی که نیاز داریم و خیلی چیزهای دیگه پس VMware وی ام ور بسته نرم افزاریه که به من داده میشه برای اینکه مجازی سازی انجام بدم مثل دقیقا اینجا مثال زدم بسته آفیس که شما یه مجموعه آفیس میگیری چندین ابزار است وقتی نصبش میکنی میتونی از هر کدوم به نسبت نیازت اگه نیاز داشته باشی استفاده کنی اگه نیازم نداری استفاده نکن پس یه بسته نرم افزاریه که برای اینکه شما بخوای زیر ساخت مجازی پیاده سازی کنی ازش باید استفاده کنی و اون ورژنی که ما داریم استفاده میکنیم دقیقا همینه وقتی میگیم ورژن هفت به عنوان مثال میشه وی ام ور ورژن هفت یعنی مجموعه نرم افزارهای ورژن هفت داره استفاده میشه خب این در واقع وی که شما استفاده میکنی ورژن های مختلفی داره مثلا 6.5 و نیم و هفت هفت این ورژنشه شماره ورژنشه ولی ادیشن هاش ها هستن چهار ادیشن اصلی داره وی استاندارد انترپرایز پلاس اسنشیال کیت و اسنشیال پلاس استاندارد میگه آقا شما فیچر هایی که نیاز داری برای سازمانت رو به صورت بیسیک بهت میده و میتونی ازش استفاده کنی ولی کامل نیست هر قابلیتی رو نداره تو جدولش میتونی ببینی توی سایت وی ام ور بگی آقا ویسویر استاندارد فیچر چیه برات نشون میده چه چیزایی داره چه چیزایی نداره انترپرایز پلاس فول رنج ویسویر فیچره یعنی چی همه ی قابلیت هر چیزی که داره وی رو داره ارائه میده داخلش پس خیلی خیلی پک کاملی است یعنی شما اگر بخوای لایسنس تهیه کنی ادیشن بخری اینترپرایز پلاس بخری قطعا تمام نیازهایی که داری رو میتونی یا هر کاری بخوای رو میتونی انجام بدی پس طبیعتا گرونتر از بقیه است یه قدم پایینترش میشه استاندارد پس اینترپرایز پلاس یه ورژن بالاتر یا یک لول بالاتر از استاندارد هستش قابلیت های بیشتری داره مدل بعدی یا ادیشن بعدی اسنشیال کیت که میگه برای اسمال انوایرمنت هاست محیط های کوچیک استفاده میشه تا سه تا هاست دو تا سی پی روی هر هاست ساپورت میکنه یعنی چی یعنی من تا سه تا سرور میتونم مجاری سازی انجام بدم رو هر سرورم سرور سخت ابزار سرور من دو تا سی پی اگه داشته باشه اوکی ولی اگه سه تا سی پی چهار تا سی پیو... سه تا که نه چهار تا داشت به عنوان مثال ساپورت نمیکنه خب و یه حالت پایه‌ای رو بهت میده برای کارهای کوچیک یه جای فقط میخوای مجازی انجام بدید تو اسکیل خیلی پایین اسنشیال پلاس میگه همون اسنشیال با استفاده در واقع با مازاد شدن یا اضافه شدن قابلیت های وی موشن، اچ ای و رپلیکیشن که حالا اینا چی هستن یاد میگیریم راجبشون قرار یاد بگیریم اینکه ویرچوال ماشین در حال کار کردن جابجا بشه از یه هاست یا از یه سرور به سرور دیگه اچ ای انجام بشه اگه سرور من خراب شد سخت افزارش ویرچوال ماشیناش اتوماتیک روی سرور دیگه کار کنن میگه اینا رو ساپورت میکنه یعنی یه لول بالاتره پس اگه شبکت بسیار کوچیکه فقط میخوای فقط مجلسازی انجام بشه اسنشیال میخوای یه سری کارهای ادونسرم هم انجام بدی اسنشیال پلاس میخوای یه لول بالاتر بری خیلی قابلیت های بیشتری داشته باشی ولی نه فول رنج استاندارد اینترپرایز پلاس هم که دیگه فول فول میشه ما هم که توی کشورمون از همه خوشبختریم پول لایسنس متاسفانه خیلی ها نمیدن و کرکی استفاده میکنن پس مستقیم میرن سراغ اینترپرایز پلاس ولی خب اونجا چون پول باید بدن به این راحتی ها سراغ این نمیان مگر اینکه نیاز داشته باشن خب این میشه پس ادیشن هایی که وجود داره یه سری هم به ظرفیت های نسخه 7 7 بزنیم با در مقایسه با 6 و نیم و 7 6 .7 و 7. این ورژنی که ما کار میکنیم 6 .7 و 7 تا 6 ببینیم چیه مثلا میگه تعداد بچه هاست میشه دستگاهی که ES6 های روش نسبه حالا بعدا ها میخونیم هاست میشه دستگاهی که ES6 های روش نسبه میگه شس... کلاستر هم میشه تعدادی سرور که کنار همدیگه قرار میگیرن و با همدیگه میتونن یه سری کارها انجام بدن میشه کلاستر خوشه میگه تعداد سیستم ها یا هاست هایی که در هر کلاستر میتونه باشه تو 6.5 و 6.7 64 و و تا بود تو 7.96 تا ارتقا پیدا کرده ویژوال ماشین هایی که در هر کلاستر میتونه مجموعا وجود داشته باشه 8000 تا است ویژوال ماشین هایی که در هر وی سنتر میتونه وجود داشته باشه 2000 تا است من دیگه توضیح نمیدم قابلیت ها رو چون بعضا نیاز به توضیحات داره به درازا کشیده میشه دیگه خیلی قابلیت ها رو همه رو میخونید فقط عددا رو بعضی رو مقایسه کنم مثلا نگاه کنید ویژوال ماشین های روشن توی هر وی سنتر سرور این 30000 تا است این 25000 تا است 5000 تا ارتقا پیدا کرده یا مثلا توی بحث سی پیو در هر هاست 576 و 6 و تا این 768 و و تا یعنی ارتقا پیدا کرده رم در واقع در هر هاست 12 ترابایت شونیم ساپورت می‌کرد 6 و 7 تا 7 16 ترابایت رو دارن ساپورت میکنن. اینجا بیای مثلا در نظر بگیریم آره دیگه همینا کافیه دیگه چون اینا بقیهشون مساوی هستن 6 ترابایت هم. مثلا ورچوال رم در هر ویرچوال ماشین تا هر ویرشوال ماشین تا 6 ترابایت رم میتونه داشته باشه هر virtual ماشین در واقع cpu مجازیش 128 تا میتونه باشه و آخر پس این مقایسه ای که وجود داره دوست داشتید یه بررسی انجام بدید ببینید که چی هستش و اینم لابراتوریه که قرار رو هم دیگه کار کنیم تو درس بعد یواش یواش شروع میکنیم یه های هامون رو قرار نصب کنیم یکی یکی ESXi نصب کنیم یاد بگیریم چجوری کار کنیم بعد این نتورکینگش رو مدیریت کنیم و خیلی کارهای جذاب دیگه امیدوارم این درس رو درست حسابی گوش داده باشین متوجه شده باشید خوب مطالعه کنید خوب بخونید همین بحث های پایه بچه بعضی وقت آدم رو اذیت میکنه با اینکه به ظاهر چیز مهمی نیستن پس حتما مطالعه کافی رو داشته باشید تا جلسه بعدی خدا نگهدار